که تاکتیک حماس در این دور از تهدید علیه اسرائیل سه مرحله داشت. اول ایجاد آشوب شهری اگر بشه گفت، دوم پرتاب شمار زیادی راکت ها که داریم میبینیم به صورت رگباری تا سیستم گنبد آهنین رو به صورت حداکثری درگیر بکنن، سوم هم استفاده از موشک های متوسط بدر با شناسایی نقاط کور سیستم دفاعی اسرائیل. نظر شما چیست؟ بحث خیلی جالبه شما مطمئن فرصتش خیلی پرنقصی هستش و اینی که امنیت ملی اسرائیل ایجاب میکنه که از یک طرف به عنوان یک مردم سالاری و دموکراسی چگونه رفتار بکنه با افرادی که شهروند متساوی در اسرائیل هستند. در شهرهایی که شهر آشوبی که شما صحبتشون میکنید ما شاهدش بودیم، انتفاده اول، انتفاده دوم و بحث بر این هستش انتفاده سوم در حال حاضر. چرا؟ به خاطری که نکنید اعراب فکر خودشونن، خلیج نشین ها و شیخ های خلیج فارس در از فکر خودشون هستن، فکر این هستن که در قبال آنچه که از نظر ایران حلاسی و تهدیدات ایرانی که آرامکو رو به آسونی میتونن بیان بزنن چگونه مقابله بکنن. دشمن من دوست منه، یعنی که اسرائیل در حال از وارد سنتکام آمریکا شده که مال اروپا بود، یعنی وارد آمریکا شده، سنتکام آمریکایی شده، در حال در خلیج فارس است. فلسطینیون خودشون رو منزوی میدونن، فلسطینیون از نظر ملیگرایی کسی براشون به جز اینه که پرچم رو آتش بزنن، پرچم رو علم بکنن و غیره، براشون کسی دیگه مطرح نیست به جز سید علی خامنه ای که بر این باشه که برها از اونها بهره برداری کنه، که از زینبیون و از نظر فاطمیون بهره برداری کردن که مزدورانی بودن که به اونها پول میدن، همینطور هم 30 میلیون دلار در ماه که در حال حاضر به حماس و فقط 10 میلیون دلار 100 تا 150 میلیون دلار به جهاد اسلامی داده شده و روی هم رفته 2 میلیارد دلار از بودجه مملکت ایران به حماس داده شده، به گونه‌ای هستش که بیان و خودشون رو ثابت بکنن در قبال چی؟ دشمن مشترکی دارن و آن اسرائیل هستش. و چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال همونطور که قبلا گفتیم زورآزمایی هستش بین شیعه و سنی، دو اینی که تحت تاثیر قرار بدن آنچه که همزیستی مسلمانان و از طریق شهرآشوبی، سه اینی که افرادی که حاضر هستن که مصالحه هستن با اسرائیل از افراد نخبگان و از افرادی که در حاضر عرب اسرائیلی هستن که ترجیح میدن که زیر لوای اسرائیلی باشن، در یک کشور دموکراسی آزادی بیان داشته باشن، که زیر سلطه حماس باشن که پاکت روی نمیدونم سر افراد میذاره و تیربارونشون میکنه بدون اینکه این باشن، و یا اینکه زیر اردن هاشمی باشن که هیچیش معلوم نیست که امروز هست ممکنه فردا باشه بدوی ها در اون، با وجود اینکه 78% فلسطینیون در اردن هاشمی هستن. یعنی که شهروندان فلسطینی به این نتیجه رسیده بودن از طریق سه حزب اسلامگرایی که ایجاد کرده بودن بیان و با دولت اسرائیل وارد مذاکره بشن که وارد دولت ائتلافی اسرائیل بشن، چه نتانیاهو چه به حال افرادی که در حال بنت سعر و همینطور لپید که به حال پروانه اون رو گرفتن که به دولت رو تشکیل بده. یعنی که اونها به این نتیجه رسیدن که ما نیز باید فکر خودمون باشیم اگه و اجازه ندیم به دیگران از ما بهره برداری کنن. از این رو هستش که در این نقاط کوری که ایجاد شده، نه فقط از نظر پدافندت برها گنبدت آهنین که نمیتونه نکنه، هر موشکی که استفاده میشه 200,000 دلار خرج برمیداره، در قبال چی؟ در قبال 200 دلار یا چیزی که قسام میسازن یا راکت های میسازن. از این رو به هر حال فلسطین خودشون رو منزوی می انگارن و اون ملیگرایی که قبلا داشتن داره به گونه ای فراموش میشه و اینا هستن که به کف خیابان ها آمدن و میخوان حق و حقوق خودشون رو از اسرائیل بگیرن و از 800,000 نفر که رفته بودن آوارگان فلسطینی، هیچ کدام از کشورهای عربی از اردن گرفته تا مصر، لبنان گرفته، سوریه و عراق و تمام اینا، هیچ کدومشون آیین شهروندی رو بر نیاوردن که به اینها حق و حقوق خودشون رو بدن. از این رو
آنچه که میمونه در آزادی بیانی که در اختیار، آزادی تظاهرات که در اختیار دارن در یک کشور دموکراسی که حتی نمیان کاری بکنن، مثل برای جمهوری اسلامی نیست که اینها رو بیان از دور با تکتیر انداز بزنن مغز متلاشو کنن، از این رو دارن بهره برداری میکنن از آنچه که دارن رو بتونن بیان بدن.